خال از روی سرک جمع کرد. داره که یک جمع زرگری باشه یه همون کنست. اداره هواشناسی برای چندمین بار در یک ماه گذشته بار دیگر هشدار داده که بارش بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب در کشور در 22 ولایت امروز و فردا رخ خواهد داد. این اداره گفته به شمول کابل 21 ولایت در چند روز اخیر شاهد بارش‌های شدید بوده است. سیلاب هایی که در یک ماه گذشته دست کم 170 نفر را جانشان را گرفته و نزدیک به 250 تن دیگر را زخمی کرده است. وزارت مبارزه با حوادث هم گفته صدها جریب زمین زراعتی در چندین ولایت کشور تخریب شده است. در دو روز گذشته نیز جاری شدن سیلاب ها تلفات سنگینی از خود بر جا گذاشته. در لوگر 20 نفر و در اروزگان هم 32 نفر جانهایشان را از دست دادند. حکومت هم از جهان خواسته به سیلاب زدگان کمک های فوری نمایند. در این برنامه از شما میپرسیم در جایی که شما زندگی میکنید سیلاب آمده است یا خیر؟ آیا سرازیر شدن سیلاب ها به شما خساره وارد کرده است؟ از اقدامات مسئولان و نهادهای کمک رسان چقدر رضایت دارید؟ و کمک به سیل زدگان تا کنون چقدر شفاف بوده است؟ سلام، خوش آمدید، اینجا با مردم است و من در برنامه امشب در خدمت شما. موضوع برنامه امشب سیلاب‌های اخیر هست که تلفات جانی و خسارت‌های هنگفت مالی از خود بر جا گذاشته. اینجا هم دو پرسش حالا روی مانیتور هست که با هم می‌بینیم. یک این که در جایی که شما زندگی می‌کنید سیلاب آمده است یا خیر، و این که از اقدامات مسئولان حکومتی و نهادهای کمک رسان چقدر رضایت دارید. اینجا هم پول ارتباطی ما با شماست. شماره تماس برنامه 0225 11 566، شماره تماسی که شما میتونین از همین لحظه در برنامه تماس بگیرین و به دو پرسشی که بیشتر روی مانیتور با هم دیدیم پاسخ بدین. این که آیا در شهر و ولایتی که شما زندگی میکنید سیلاب آمده است یا خیر، و این که از اقدامات مسئولان و نهادهای کمک رسان چقدر رضایت دارید، چقدر کمکهایی که تو هنوز صورت گرفته شفاف بوده یا خیر، به دلیلی که انتقادهایی هم در چند روز اخیر مطرح شده این که در ابتدا تا هنوز کمک آنچنانی که باید صورت بگیره صورت نگرفته، و از طرف هم در برخی از نقاط کشور و در برخی از ولسوالی هایی که اندک کمک هایی هم که صورت گرفته شفاف نبوده و انتقادات گسترده هم در پی داشته. امروز هم همین ساعت پیش وزارت مهاجرین به بخشی از سیل زدگان یک مقدار کمک مد نظر گرفتن و یک سری نگرانی های جدی هم مطرح شدن. این که در حال حاضر صدها هزاران خانواده بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در 11 ولایت کشور بی سرپناه شدن، خانه هایشان به صورت کامل از دست دادن، خانه ها تخریب شده و نیازمند کمک های فوری بشر دوستانه هست. همون قسم در ولایات مختلف صدها جریب زمین‌های زراعتی از بین رفته، مواشی مردم کاملا هلاکت رسیده، و اینکه تا هنوز هم حکومت هیچ اقدام عملی انجام نداده در خصوص کمک رسانی به سیل زدگان در ولایات مختلف. یک بار دیگر شماره تماس برنامه را خدمت شما عرض می‌کنم، 0211566، شماره تماس برنامه. از اینجا پول ارتباطی است با شما، شما میتونین که از همین لحظه تلفن هایتون رو بردارین به شماره تماس برنامه با مردم تماس بگیرین و دو پرسشی که ما امشب داریم به این دو پرسش جواب بدین. همین امروز اداره هواشناسی هم یک بار دیگر پیش بینی هایشان گزارش دادن و هشدار دادن که در دو روز آینده که امروز و فردا هم شاملش میشه در 22 ولایت کشور باران های شدید همراه با سیلاب رخ خواهد داد که یک بار دیگر نگرانی ها را افزایش میده، از این که
تلفات جانی در پی داشته باشه و اینکه ممکن خسارات هنگفت مالی هم از خود بر جا بگذاره، چنانچه در روزهای اخیر ما شاهد بودیم. همین دو روز پیش در لوگر دست کم 20 نفر بر اثر جاری شدن سیلاب جانهایشان از دست دادن، نزدیک به 30 نفر دیگر زخمی شدن. بر اساس گزارش هایی که نشان میدهیم این است که صدها جریب زمین در سراسر کشور و ده ها جریب زمین در لوگر، زمین های زراعتی تخریب شدن، مباشی مردم به صورت کامل از بین رفتن و تا هنوز هم حکومت توجه آنچنانی به این قضیه نکردن، الا اینکه دیروز مقامات حکومتی به خصوص نهادهای زیرفت و پیش از او ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت هم با نشر یک پیام ویدیویی از جهان خواست که هرچه زودتر به سیل زدگان اخیر کمک بکنن. و اینکه خب از میدان وردک تماس داریم، نخستین تماس از میدان وردک میگیریم که متاسفانه فکر کنم تماس آقای عبدالعلی از میدان وردک قطع شد. شماره تماس برنامه را یک بار دیگر خدمت شما عرض میکنم، 020-2511-566 شماره تماس برنامه که شما میتونین از همین لحظه در برنامه تماس بگیرین و به پرسش های برنامه امشب جواب بتین. گزارش ها نشان میده که در زابل هم 32 نفر بر اثر جاری شدن سیلاب ها جانهایشان از دست داده، 8 نفر گفته میشه که بر اثر همین سیلاب ها زخمی شده. منابع هم میگه که سیلاب ها 10,000 جریب زمین زراعتی را نیز تخریب کرده که آمار فوق العاده تکان دهنده است در سراسر کشور، که قطعا زیان بسیار هنگفت میرسانه به مردمی که اکثر کسب و کارشان به خصوص در ولایات کشت و زراعت و کشاورزی هست، که متاسفانه با توجه به این که امسال سال در ابتدای سال خشکسالی بود، یک مقدار کشاورزان حاصلات کم داشتن بر اثر جاری شدن سیلاب ها از بین رفته و حکومت هم درخواست کردن که هرچه زودتر باید به سیل زدگان ولایات هرچه زودتر کمک رسانی شود. پیش از این ریاست هواشناسی هم از احتمال بارش باران در 19 ولایت کشور خبر داده بود که همین چند روزی هم که ما شاهد هستیم هم کابل و هم ولایات مختلف شاهد بارش های وقفه‌ای هست، که همین بارش ها باعث شده که سیل هایی هم در پی داشته باشه. حتی در کابل هم ما شاهد سیلاب ها بودیم. از کابل تماس داریم، جناب آقای چمنزوار از کابل روی خط است. سلام بر شما. سلام، شبتون خوب بخیر، عصر بخیر، سلامت باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. بسیار خوشحال شدیم که در برنامه وصل شدین آقا، جناب آقای چمنزوار. بفرمایین که آیا در کابل و در جایی که شما زندگی میکنین هم سیلاب آمده یا خیر؟ زیادتر سیلاب آمده از طرف همین شرک، مو شرک مزیه میشین، زیاد سیلاب آمده از طرف خلقوازی آمده، کتابیدندی آمده، دیگه آمده بالا از نایه به اصلاح از نایه تیزا خواهشمند که همین کانانا رو پاکنه، جایه رو کلش پاکنه. زیادتر جایه بیشی بند است از سیل که میست سر ریزی مونن کنن و کل خانه رو چپا مونن، خانه هم کلش گیری کلش پخته هم نمیدن، بچاره هست و غریب هست و اکثرت مونن چپا میشه. درست. جناب آقای چمنزوار، شما فکر میکنین که یکی از علتهای اصلی همین سیلاب ها شاید بحث کانالیزیسیون نامنظم است که در کابل تا هنوز توجه جدی به او نشده و باعث میشه که با اندکترین باران ها سیل جاری شود؟ شهرداری تا هنوز چقدر در این قسمت موفق بوده؟ اصلا خوبی که جناب محترم طرف مخبلید اون طرف نوعی 13 سمت کتا بلندی چل دختران شهرک مهدیه سرخاباد اینجا شهرولی قدر پایش هم نشته، کارم نمونه بخاطر از زیاد طرف توجه جا کسی در شهر است و مرکز است، اینا رو پاک نمکنه، اینا رو پاک کنه، اینجا بسیار جویا سینمال بند هایی که خاک افتاده و خاک جاروس دیگه است، اگه خود سیل در زور که ببره ببره نبر آنو بند نفته و آنو بازدادم چه هرچی خانه برا باشد چپه باشن. ما این از امارات اسلامی خواهشمندم که برادر همی جویا رو پاک کنه، شروالی رو معذف کنه که جویا پاک شده، تنظیف هر روز باید این یک هفته باید پاک شده. بله. اینجا در سالام دیست نمیزنه تو هفته رو بیل ما رو بیل.
تشکر. جناب آقای چمنزوار از کابل. کابل یکی از ولایاتی بود که کمتر شاهد سیلاب‌های ویرانگر بوده، ولایات دیگر بیشتر شاهد سیلاب بوده، از جمله لوگر، اروزگان، غزنی و بعضی از ولایات دیگر که سیلاب‌های ویرانگر باعث شده که صدها خانه مسکونی تخریب بشه، صدها جریب زمین زراعتی از بین بره و همون قسم تلفات جانی هم در پی داشته. اداره هواشناسی از چند ولایت نام برده که در روزهای آینده شاهد بارش‌های سنگین خواهد بود، از جمله ولایت بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزگان و زابل. در این ولایات پیش بینی شده که طی دو روز آینده شاهد سیلاب خواهد بود و یک هشدار هم داده شده. از کابل دوباره تماس داریم، جناب آقای ظاهر روی خط هست. آقای ظاهر سلام بر شما. جناب آقای ظاهر سلام بر شما، یک مقدار پر انرژی تر و بلندتر صحبت بکنین. بسیار خوب. آقای ظاهر، در برچی هم در روزهای اخیر تصاویری که در صفحات مجازی منتشر شده نشان میده که باران‌های اندک باعث شده که سیل جاری شود. وضعیت چگونه بوده؟ بله، درست است. برچی خانه ها سیلاب چپه گرفت، منتشر جلو پر است. اگر دیگه باره سیل بیاید، مثلا درست. همین سیل های اندک آقای ظاهر تا هنوز خسارات جانی و مالی در پی داشته، به خصوص در جایی که شما هستین؟ درست خواهد که نبوده، بچه های مشتوکای که در کورس مرد برفتن بازی ها برابر شدن، اونا را بول کردن، هم کنان ها پولتیکی رو کتاب شد، اونا جنا بودن سیل یا جانی مثلا مشکای در انشار مشکل خلق کردن. بسیار تشکر آقای ظاهر از کابل. وقت برنامه به دلیل رسیدن اذان تمام هست، یک میان برنامه کوتاه میگیریم، برمیگردیم با تماس‌های شما. سلام و عرض ادب دوباره خدمت شما دارم. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امشب هم همین سیلاب‌های اخیر هست که حداقل در 11 ولایت کشور و در بیش از 80 ولسوالی صورت گرفته، تلفات جانی هم در پی داشته و به همون موازات خسارات مالی هم در پی داشته که تنها در ولایت لوگر آنچه که گزارشانشان می‌ده این است که حداقل 10 جریب زمین زراعتی از بین رفته و چندین نفر هم جانهایشان از دست داده. آقای علوی از مزار شریف روی خط است. جناب آقای علوی سلام بر شما. سلام جناب آقای رضایی، شامتان بخیر. شما خوب هستین؟ شما هم بخیر جناب آقای علوی. سلام خدمت تمام همکارانتان که در بخش تکنیک و در تلویزیون زیبای تمدن حضور دارن و اون ده عزیزایی هم که صدای ما رو میشنون از طریق تلویزیون. سلام از ادب دارم، عصرشون بخیر. سلام، ما رو هم پذیرا باشین جناب آقای علوی. خوشحال شدیم که مثل همیشه امشب هم شما را در برنامه با خود داریم. خوشبختانه در چند روز اخیر از مزار کمتر شنیدیم که شاهد سیلاب ها باشه یا این که گزارش ها خوب پوشش داده نشده از مزار. وضعیت در مزار سیلاب ها چگونه است؟ خدا رو شکر، البته به هر حال شکر. از اون مثل سابق است که میگه دادنش رحمت، ندادنش حکمت. حالا ما که اینجا باران به ما ندادن، شاید یک حکمتای در کار باشد. بله. ولی اگه دهی هم که باران دارن، باران خودش ذاتاً رحمت الهی است. بله. حالا این چی رقم رحمت باشد دیگه، او رو فقط ذات اقدس پروردگار میفهمه و خودش. هیچ کس در کار از او نمیفهمه و از معماهای او هیچ کس اطلاع نداره، نمیفهمه. در یک جای سیل میه، تمام باغ و کشاورزی و تمام چیز زیر روی میکنه. از این طرف شاید یک امراض باشه که مثلا باران با خود ببره.
ولی خب از این طرف که خانه‌های مردم رو چپم میکنه، اینی رو دیگه آدم حیران میمونه در حکمت خداوند تبارک و تعالی. خب به هر جهت سلای کار میگه، اما مسئله ایرانی هست که میگه سلاح مملکت خیش خسروان داند. خب او خودش خسرو تمام عالم هست، میفهمه که به کی بته و کی نته. مسئله دوم راجع به شهرداری. شهرداری مزار شریف نسبتاً عقل انصاف 50% فعالیت خوبی داره. همین چیر آبراها و نمیفهم جوهای بزرگ و گرچه که در زمان حکومت جمهوریت، در زمانی که عطای نور در اینجا بود، از نظر همین جوها و کانالیزاسیون و ای چیزا و سرکای حلقوی، حق الانصاف آدم از حق نگذره، واقعا فعالیت خوبی داشته. یعنی معمار شهر مزار شریف بود. نسبت به ولایت‌های دیگر که آدم نگاه میکنه، مثل ولایت جوزجان و سرپل اینا، که اونا هرچی بود جای انکشافی بودن همه را خوردن و رفتن دبی با خانواده خود در چکر رفتن. ولی خوبی هم اگه چکر زد و اگه از حیرتان خورد و از هر جای هم پس خورد. آقای علویانی که در حال حاضر وضعیت در مزار شریف تا حدود خوب هست، 50% خوب است، فعالیت شهرداری هم خوب است. البته از نظر کثافات اینا هم دیگه مثلا ازدحام نشده از سابق. چرا؟ سابق مثلا در رمی پشت چاریای آریانا، دمی پشت چاره آریانا، اینجا البته خود ریاست تنظیفات خود شهروالی بود، اینا میدیدی که در پیش خود دروازه تنظیفات اصلا آشغال بود، زباله بود که اصلا مگس بود که اصلا تردد نمیشد با اسکل و با موتورسیکل نمیشد تردد کنه. ولی حالا حق انصاف فعالیت زمانی که حکومت امارات اسلامی آمده 50% فعالیت های خوبی دارن، همی جویا و شاراها، همی آبراها و مثلا جاهایی که گلوگای چیز هستن، گلوگای آبراو هستن که از چهار طرف مثلا اومیه، در اونجا نسبتا حق الانصاف سرکاب پاک شده، درست شده و حق الانصاف 50% اظهار رضایت داره. ما اون چیزی که من خودم شخصا در چشم خود میبینم. آقای علوی مثلا هنوز فعالیت نداره و چی نداره و چی نداره. خب دیگه اونا منطقه ما حق الانصاف 50% خوبه. آقای علوی حالا که به ولایات نگاه میکنم که هشدار داده شده در روزهای آینده، گویا این که ممکن سیلاب در پی داشته باشه، اسم بلخ و شهر مزار شریف دیدن نمیشه. پس با این حساب مزار شریف از این لحاظ یکی از ولایت‌های بسیار خوششانس هست. در قسمت خشکسالی امسال مزار شریف چگونه بوده؟ حاصلات کشاورزان تا جایی که شما مطلع هستین چگونه بوده؟ متاسفانه که خشکسالی به اوج خود رسیده. متاسفانه تمام باغات و تمام مثلا محصولات کشاورزی و اینا مال هر سال در این وقت سال. من یک نمونهشو براتون میگم جناب آقای رضایی، من یک نمونهشو میگم. هر سال در این زمان ما گرجه فرنگی همه باینجان رو میره، ما می خریدیم کیلوی 10 افغانی، حالا می خریدیم کیلوی 40 افغانی، چون به خاطر که نیست کلا هم از بین رفت، آفت زده شد. مثلا سیب ما پارسال پرارسال در این وقتا ما می خریدیم مثلا کیلوی 20 روپیه، 25 روپیه، حالا می خریدیم کیلوی 50 روپیه. خب اینا جزء ثمرات است مثلا که امسال خشکسالی اینه. البته بازم در اون مصلحت پروردگار است که یک مقدار مثلا ما بنده ها رو تکان میتن، میگه اگر ما اون رقم فراوانیم به شما دادم، اینی رقم مثلا خوشسالی هم میاد فکر در عقل در جای خودش باشه. یک جان سپاس جناب آقای علوی از شهر زیبای مزار شریف که خوشبختانه امسال شاهد سیلاب ویرانگر نبود، آنچه که در بعضی از ولایات رخ داده و خسارات زیاد مالی و همون قسم تلفات جانی هم در پی داشتم. به همو ضرب المثل قدیمی یادم آمد که میگن نبان شوری شور و نبان بینمکی. دقیق حالا وقتی که مزار شریف از خشکسالی رنج میبره، ولی اون طرف اروزگان و لوگر و غزنی و بعضی از ولایت دیگر بارانهای شدید و سیلابهایی که سرازیر میشه، بخش بزرگی از مردم صدمه میزنن، به زندگیشان، خانه های مردم تخریب میشه، زمین های زراعتی مردم از بین میره و
و بعضی از مردم هم نزدیکان و عزیزانشان از سیلاب ها از دست میده، واقعا به گفته آقای علوی جای تعجب هست. انشالله اولین این که خدا خودش به داد مردم برسه و از طرف هم حکومت آنچه که درخواست کرده به جامعه جهانی باید هرچی زودتر رسیدگی شود به وضعیت سیلزدگان در ولایات مختلف که رقمش به 82 ولسوالی میرسه، ولسوالی هایی که شاهد سیلاب های ویرانگر بوده، حداقل در یک ماه اخیر که آمارها هم نشان میده که نزدیک به 200 نفر در یک ماه گذشته جانهایشان از دست داده و همون قسم نزدیک به 300 تن دیگر هم زخمی شده بر اثر همین جاری شدن سیلاب ها. بسیار ببخشین. و نگرانی های دیگه ای که مطرح شده، امروز هم وزارت مهاجرین آماری را که منتشر کردن نشان میده که هزاران خانواده هم بر اثر جاری شدن سیلاب ها خانه هایشان از دست داده و بی سرپناه هست. خب تماس داریم دوباره از کابل هست ظاهرا جناب آقای علی اکبر. سلام بر شما، وقت شما بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر آقای رضایی، امیدوارم که جور سلامت باشین. تمام تیمم تمام افغانستان سیل‌زده، اکثر ولایت‌ها رو که می‌بینین سیل آمده، سیل زده. حکومت چی رو دست نداره که مثلا برای هموطنای ما یا برای شهروندا بته؟ چیز نیستشان فعلا. و نهادهای کمک رسانی مثل الهلال احمر، مثل بنیاد یا ریاست ضد حوادث افغانستان خواه هستن، من فکر میکنم خواه هستن، بیدار نشده نمید. الهلال احمر خب من تا بال امید قدر که خبرهایی که از سیل و زلزله هستن، من تا بال یک بیرق الهلال احمر جای ندیدم. او یک نهاد بسیار بزرگ در هر کشور می باشد. من فکر میکنم که الهلال احمر خواه هست، وزارت ضد حوادث یا ریاست از هرچی هست خواه هستن. امیال اینا نمی بینن که مثلا من یک خیمیه که دیش آرم دولتی باشه که مثلا خیمه داده باشن برای مردم، ما ندیدیم. از طرف چی؟ از طرف دولت چی؟ مثلا الهلال احمر باید هر جایی که فیلمه زلزلمه حتما اونجا یک دانه بیرق یا خیمه الهلال احمر می باشه که برای مردم کمک رسانی کنه. چی از لحاظ داری، چی از لحاظ البسه، چی از لحاظ خوراک، چی از لحاظ پوشاک. من جای از یک خیمه، یک حتی یک آمبولانس بسیار با سختی آدم میبینه که اونجا بیاید. فقط من فکر میکنم که امون شعر سابق میگه که این مثل باشد که تا گردون رود دیوار کج، گرد غفلت خشت اول را نهد معمار کرد. سلامت باشین و خدا نگهدار شد. سلامت باشین جناب آقای علی اکبر. مفصل صحبت کردن این که تا هنوز هیچ توجهی از سوی حکومت و نهادهای کمک رسان به خصوص هلال احمر افغانی که وظیفه اصلیش کمک به آسیب دیدگان، کمک به سیل زدگان، زلزله زدگان و کمک های فوری هست که تا هنوز هم گزارش ها هم حداقل ما ندیدیم که در بعضی از ولایات و بعضی از ولسوالی ها کمک های هلال احمر صورت گرفته باشد. تنها کمک هایی هم که صورت گرفته از سوی برخی از تاجران، بازرگانان و سرمایه گذارانی بوده که به بعضی از ولایات و ولسوالی ها کمک کردن. امروز هم یک مقدار کمک بسیار اندک از سوی وزارت مهاجرین صورت گرفت که بدون شک کفایت نمی کنه این کمک ها و نیازمند کمک های بیشتر هست. از کابل جناب آقای موسوی روی خط است. آقای موسوی سلام بر شما، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب دارم مخترم، شام شما بخیر باشه انشالله. شام شما هم بخیر جناب آقای موسوی، خوشحال شدیم در برنامه وصل شدین. باران های اخیر چقدر صدمه زده به پایتخت نشینان، به شما و سیل هایی که گاهن سرازیر شده؟ تشکر محترم. خب از مولا علی سوال کرد که چاری که پنج نمیشه،
چاری که پنج نداره هرگز پنج نمیشه، عبارت از قرآن، انجیل، زبور، تورات. و مولا گفت چار عنصر طبیعی، یعنی چار عنصر طبیعی عبارت از آتش، باد، خاک و آب. اینا اراده پروردگار هست. اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی را نخواهد خدای. بله. هیچ کاری بدون اجازه پروردگار انجام نمیشه. ما راضی هستیم، اما در این مسئله خب یک آفتی طبیعی است. هموطنان ما فلسفه بافی میکنه یا چطور؟ ببین زلزله و سیل، آتش، اینا رو هیچ کی نمیتونه پیش بینی کنه و جلو کشورهای مترقی نتونسته. امریکا که یعنی ابرقدرت دنیا چندین سال همو جنگلاتش داره میسوزه، نمیتونه خاموش کنه. یک افغانستانی که یعنی 40 سال درگیر جنگ و درگیر تبایی و دربدری هست، نه رای مواصلاتی از اول نداره، چه بسه که سیل هم بیاید. اینه کمک رساندن به همچون شرایطی خیلی دشوار هست، بسیار مشکل هست، راه ها مسدود شده و در زمین در مقابل اراده پروردگار هیچ کاری نمیشه کرد. چون اراده پروردگار نباشه برگ از درخت نمیریزه. محترم جناب آقای موسوی، نگیرم موفق و کامگار باشی. خب آقای موسوی اجازه ندادن که پرسش بعدی مطرح بکنیم. صحبت های آقای موسوی را هم با هم شنیدیم، این که حوادث طبیعی قابل پیشگیری نیست و همچنین میگن قابل پیشبینی هم نیست، که حداقل در قسمت سیلاب و باران هایی که رخ میده جهان و بخصوص اداراتی که در هر کشوری هست یک پیشبینی داره، از جمله این که اداره هواشناسی پیشبینی کرده که در 2 روز